اداره کل گردشگری و میراث ملی ریاض از کشف یک مسجد و چند بنا و اثر باستانی مربوط به نخستین های اسلامی در استان ادوادمی در منطقه ریاض عربستان خبر داد. عجب الاوتیبی رئیس گروه حفاری و مدیر اداره میراث ملی در اداره کل گردشگری و میراث ملی ریاض گفت محققان طی عملیات حفاری در روستای حلیت استان الدوادمی موفق به کشف یک مسجد باستانی شدند او افزود سبک معماری و مصالح به کار رفته در این بنا نشان می‌دهد که این مسجد از نخستین مساجد ساخته شده به دست مسلمانان و متعلق به نخستین های تاریخ اسلام است در اطراف این مسجد خانه‌های دارای حیات، انبار و کورههایی برای ذوب فلزات وجود دارد. علوتبی همچنین افزود کوزه ها و بطری های گلی و شیشهای و ترازوهای شیشه ای از دیگر ابزارالاتی است که در این عملیات حفاری کشف شده و گویای فعالیت تجاری و اقتصادی ساکنان این منطقه در آن زمان است الاتبی با اشاره به نقش ها و نوشته های کشف شده در این منطقه گفت این اکتشافات قسمتی از تاریخ و تمدن منطقه ی حلیت را نشان خواهد داد و بر اساس تحقیقات اولیه احتمال می رود که قدمت این آثار به دوره اوموی یا اوایل عصر عباسی بازگردد. الوتبی در پایان گفت این عملیات حفاری بخش نخست پروژه حفاری در منطقه ی حلیت استان الدواد میست.